افسانه ملک یونان و حکیم رویان. در سرزمین فارس پادشاهی بود به نام ملک یونان که به بیماری پیسی دچار بود و هیچ پزشکی نمیتوانست او را درمان کند. تمام بدنش پر از لکه‌های پیس بود و روز به روز بیشتر میشد. یک روز پزشکی به آن شهر آمد که حکیم رویان نام داشت و زبان یونانی، فارسی، رومی، عربی و زبان‌های آفریقایی و خواص گیاهان و برگ درختان را می‌دانست. حکیم چند روزی در آنجا بود که شنید شاه به بیماری پیسی دچار است. به دربار رفت و گفت: من پزشکم و شنیدم که تن شاه دچار بیماری پیس شده است. من میتوانم بیان که دارویی به شما بخورانم بیماریتان را درمان کنم. ملک یونان تعجب کرد و گفت: چطور میتوانی مرا بدون دارو و شربت درمان کنی؟ اگر چنین کنی هر آرزویی داشته باشی برآورده میکنم. خواهش میکنم شتاب کن که این بیماری زندگی را بر من حرام کرده است. حکیم رویان به خانه رفت و روز دیگر پیش پادشاه برگشت و گفت: امروز با گوی و چوگانی که به تو میدهم به میدان برو. حکیم پیش آمد و چوگان را به دست شاه داد و گفت: چوگان را اینطور بگیر و توپ را بزن تا تنت عرق کند و دارو در تنت فرو رود. بعد به حمام برو و پس از حمام بخواب. بیدار که شدی اثری از بیماری نمیبینی. پادشاه چوگان را به دست گرفت و به توپ میزد تا عرق از سر تا پایش روان شد. حکیم فهمید دارو بر تنش اثر کرده. گفت: حالا به خانه برو و در حمام شستشو کن. شاه به گرمابه رفت و بعد از شستشو خوابی سنگین او را گرفت. وقتی بیدار شد بدنش مانند نقره خام می درخشید. شاه از شادی سر از پا نمی شناخت. فردا حکیم رویان پیش شاه آمد و ادب به جا آورد. شاه جلوی پای او بلند شد و او را بوسید و نزدیک خود نشان و از او بر سر سفره خود پذیرایی کرد و تا غروب گفتند و شنیدند. روز بعد حکیم به پیشگاه آمد و از روز پیش بیشتر مهربانی دید و ستایش شنید و موقع خداحافظی شاه 1000 دینار طلا با جامه های گرانبها و پیشکش های پربها به او داد. اما شاه وزیری حسود داشت که با دیدن بخشش ها و مهربانی های شاه کینه حکیم را به دل گرفت و پیش شاه رفت و زمین بوسید و گفت: شاهنشاه ها، ما بندگان درگاه باید پادشاه را از ساده دلی و اطمینان بیهوده به افراد بازداریم و میبینم که شاه به دشمن خیش مهربانی میکند و مار در آستین میپرورد. شاه که این را شنید رنگش پرید و گفت: این دشمن بدخواه کیست؟ وزیر گفت: قربان، حکیم رویان دشمن شماست. شاه جواب داد: این چه دشمنی است که بیماری درمان ناپذیر مرا درمان و رنج بیماری را از من دور کرد و من اگر پادشاهیم را به او ببخشم هنوز 1/100 پاداش او را ندادم. اصلا گمان میکنم تو از حسادت این حرف را میزنی و میخواهی من او را بکشم و مثل ملک سندباد پشیمان شوم. سپاس از اینکه ما را تماشا کردید. ما را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش را بزنید تا بقیه ویدیوهای ما رو هم بتونید ببینید. منتظر داستان صوتی بعدی ما هم باشید. خدا نگهدار.